ما همچنان پنج ماه بعد از کشته شدن مهسا جینا امینی و صدها نفر دیگر برخواسته های خود اصرار می کنیم. یک، حملات شیمیایی به مدارس را در ایران محکوم کنید و از کمیسیون حقیقت یا به سازمان ملل بخواهید به صورت ویژه به این جنایات بپردازد. دو، سفرای این حکومت و وابستگان جمهوری اسلامی را از کشورهای خود اخراج کنید. سه، سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی بگذارید. این انقلاب به پیروزی خواهد رسید چون در طرف حقیقت ایستاده است. زنان روزی آزادانه در ایران زندگی خواهند کرد. 8 مارسی خواهد رسید که زنان ایرانی نه در خیال که در واقعیت آزادی را جشن بگیرند. 8 مارسی فرا می رسد که باد در موهای زنان ایرانی خواهد وزید. دختر ایرانی با امنیت کامل به مدرسه خواهد رفت و دیگر کسی از اجبار حجاب، ازدواج، اجازه برای سفر و بسیاری از قل و زنجیرهایی که بر پای زنان بستند چیزی به یاد نخواهند آورد. برای رسیدن به آن روز با تمام توان خواهیم جنگید. ما دشمنان زن زندگی آزادی را نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم. Women, life, and freedom. Women's rights are human rights. This uprising is all about life. It's about equality. It is about justice. It is a fight against oppressive regimes. And it's about connecting with other human beings. It is humanity. It is about overcoming alienation, overcoming the fear and shame and humiliation that the Islamic dictatorship has imposed on people. To the women and girls in Iran, to the people in Afghanistan, to people who are faced with oppressive regimes, let us be very clear. We stand with you. Women, life, and freedom.